یوهایی اصلا نفهمیدم چه جوری شد، اصلا متوجه چی نشدم. یک آن دیدم باره سکوی آسیایی هم. بچه ها قایق داری میره، بریم بریم میگه من برم برو ماشاءالله. نفس خیلی خوب، خیلی خوب، عاشق عاشق. باهم بخوری؟ نادر ایوزی دارنده 14 مدال طلای قایقرانی آسیا و ده‌ها حکم قهرمانی کشور، یکی از استثنایی‌ترین ورزشکاران جهان است. یکی که یک ماند و دیگر تکرار نشد. ورزشکار معلولی که تمام مدال‌هایش حاصل رقابت با غیر معلولین بوده و تنها یک بار در مسابقات معلولین جهان شرکت کرده است. برای دیدنش به اردوی تیم ملی قایقرانی در تهران رفتیم. ولی نادر در اردو نبود و کسی از او خبر نداشت.
پس از پرسجوی زیاد به ما گفتند نادر قهر کرده و قایقرانی را کنار گذاشته. تعجب کردیم. شماره تلفنش را پیدا کردیم و قراری گذاشتیم که ببینیمش. بعد قرارمان را به هم زد و گفت خودش به ما زنگ می‌زند. اما خبری نشد. باز تماس گرفتیم و دیگر پیدایش نکردیم. و آخر سر بدون قرار به دنبالش رفتیم. به بندر انزلی، شهر آب، تالا و نادر ایوزی. منزل نادر ایوزی رو میخواییم پیدا کنیم. از کجا بده؟ خونه پدر رمضانی. کجا؟ بری خیابان رمضانی از اونجا نمیرسیم. نه من میخوام این ترافیک پشت پل غازیان نه 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 اون خونش اینجا پشت رمضان از اینجا میره. با اینجا برم کجا برم؟ از اینجا میریم مستقیم رسیدیم که چهار راه میپیشیم دستی چه دست راست طرف دریا رفتیم طرف دریا بعد اون چهار راه اول رسیدیم میپیشیم دستی چه اونجا میروزیم خونشون اونجا خونشون میشم. شما اولین روزنامه‌اش را اگر دیده باشین نوشته بود که یک جوان 16 ساله معلول تونسته قهرمان آسیا یعنی اولین مدال طلای قایقرانی رو گرفته بود. نابغه است این موردی است که به هر حال یه جوان معلول که تو 60 میلیون جمعیت کشور ما و در میادین مثلا ورزش تو آسیا و جهان اینا کسب کرده ما یه افتخار برای مملکت ما. متوجه شدی هستی؟ من 54 اسفند. 54 اسفند 54. از 69 شروع کردی تابستون 69. آره تابستون 60 تابستون من بودم تهران بسیم قرآن کشوری. بعد از همونجا اومدم. ماراتونش توی اصفهان برگزار شد. خود مسابقهش توی چیز توی تهران برگزار شد. اومدم تهران تورینگ ها رو من زدم این مسابقه. اما تورینگ هم میزدم. تورینگ ها رو زدم خیلی خوب رکوردم. هنوزم خودم به زور میتونم جوازه کنم اون رکوردار. رکوردار رو زدم. چه سالی رکورد زدی؟ 69. 69. رکورد چی؟ جوانان بودی موقع چی بودی؟ نه من کشور؟ من تا حالا جوانان مسابقه ندادم. آها. یعنی از نه جهانی نه آسیایی. 69 که 15 سالت بوده. آره. از 15 سالگی رکورد کشور زدی؟ آره. بعد رفتم اردو و تورین زدم. اولین مسابقه سال 91 بود. من 15-16 سالم. کجا رفتی؟ ژاپن. ژاپن. اونجا اول شد. فاصله خیلی زیاد. 100-120 جا بودشت. بزرگ سالم. خیلی کوچیک بودم. بعد پاره چوبی داشتم. تو مسابقه. همه پاره جدید داشتم. من پاره چوبی داشتم. یک بود این اولین مدالش فکر کنم گرفت. مدالشو. ما هم نمیدونستیم. ما رفته بودیم استقبال. تهران از طریق یه دوستی شنیدیم که نادر مدال طلا گرفته. واقعا برای من مثل یه معجزه بود. یعنی نادر اومده بود. الانم بعضی وقت میشنم بهش میگم. میگم نادر آخه تو چجوری تونستی توی اون همه سالما توی اون همه مثلا ورزشکارا تو با این پات اذیت نشدی چجوری تونستی تو طلا بگیری؟ در صورت که میگفته من اولین بار که رفته بودم خارجی ها میگفتن اینو برای چی آوردید؟ مثلا حالا نمیدونم منظورش اینو بوده مثلا این بره تو معلولین شرکت کنه با معلولین مسابقات معلولین میگه یه جوری نگاه میکردن میگفتن چرا
اینو آوردید، این چی مثلا میتونه مسابقه بده؟ من اول روزی که رفتم قایقرانی فکر نمیکردم مثلا اینجوری باشه. اصلا نمیدونستم مسابقه چیه، باورتون میشه؟ نمیدونستم مسابقه یعنی چی. مثلا آسیایی نمیدونستم یعنی چی، قهرمانی ایران نمیدونستم یعنی چی. همیشه میرفتم میگفتم دوستان میدیدم که مثلا قهرمان دوم آسیا، سوم آسیا بودن. یا خدایا مثلا یه روزی میشه اینجوری بشم. بالاخره فکرمون این بود، میگفتیم درس که نخوند، این با این معلولیتش چه کار میتونه بکنه توی این مملکت که بالاخره بیکاری زیاده، این بچه چی کار میتونه بکنه. بعد از سالها که این، یعنی واقعا شب روزمون همین بود، یعنی این بچه تمام زندگیمونو فکرمونو اختصاص داده بود به خودش، همش فکرمونو بود. خیلی ناراحت بودیم اینا. بعدش اومدیم منزلی و یه تمریناتو شروع کردم. شب که سال 93 94 95 97 98 که بانکوک بود نرفتم. خلاص چیه، هر سال من رفتم یه نفره هم مسابقه. بهترین مسابقه عمرم سال 99 بود توی چین، مسابقه قهرمانی آسیا. اونجا من برای اولین بار مسابقه آسیایی کلن تو تاریخ ایران مدال کایاک یه نفره رو من آوردم. حالا کاری که چیکار کردم، تن و طلا رو من آوردم. تو سال من 3 تا طلا آوردم، همونجا مجوز سیدنی رو گرفتم. ولی بعضی فکر می‌کنم من کوالیفیکیت شدم، یعنی که به صورت افتخاری دعوت شدم به مسابقه. ولی اینجوری نبود، من تعداد من طلا هم زیاد بود توی قهرمانی آسیا. خلاصه از اونم قلمسیا و از اونم ناصر طالبی اینا خیلی تلاش کردن که من بتونم تو المپیک شرکت کنم و شرکت هم کردم. من خب خودم الان چجوری بگم، خودم هم نه راضی نیست، باید خیلی موفق باشم، خیلی موفق تر از این. من اگه مربی خارجی خیلی در سطح جهانی داشتم مطمئنا قهرمان جهان هم میشدم. منتها تو معلولین قهرمان جهان شدم، یا مثلا توی، البته اینو برای سرگرمی شرکت کردم مسابقات جهانی معلولین و قهرمانی رو بکنم، ولی دوست داشتم تو سالما اینجوری بتونم یه تو جهان مدال بیارم. چی داشتم آدم... مثلا یه آدم خیلی معروفی باشم، مثلا مثلا علی دایی مثلا، خب همه یا مثلا حسین مثلا رضا دادی، چون همه دنیا میشناسنش، یا مثلا مارادونا. خب ولی من که نمیتونستم بدوام، نمیتونستم وزنه سنگین ملم کنم، مجبور بودم که نشسته کار کنم. وضعیت پاش با چون یه سال نیمه بود فلج شد نادر، با توجه به اینکه قطره فلج داده بودم، بعد از سالها، یعنی نادر داشت میرفت برای اولین بار داشت میرفت برای مسابقات آسیایی، تازه ما از طریق یه ارگانی فهمیدیم که این قطره فلجی که دادم به این فاسد بوده، اصلا از کمر به پایین بود، هر دو پاش بود، چهار دست و پا را میرفت. اونو دیگه خیلی دکترین آوردیم. میگم اون دکتری که به من گفت که ببری تو دریا تو شن داغ بخوابونی، من 3 ماه مرتب، یعنی بقیه بچه ها رو ول کرده بودم، همش صبح اینو میآوردم کنار دریا، یه جایی رو میکردم تو ساحل که اون آفتاب بخوره، اون ساحل آبش داغ بشه، بعد اینو میذاشتم اونجا بازی میکرد، بعد تو شن داغ میخوابوندم.
برای نادر تمام مدال‌ها و قهرمانی‌ها خاطرات گذشته بود. نادر خبرهای تهران را تایید کرد. گفت یک سال است که تمرین نمی‌کند. یک سال از آخرین طلای آسیایش می‌گذشت و یک سال بود که سوار بر قایق نشده بود. این خبر را هیچ جا ننوشته بودند. همانطور که چیزهای دیگر را درباره او ننوشته بودند. حتی زمانی که او به عنوان اولین و آخرین قایقران ایران به المپیک راه یافته بود و انگار که قوقا و هیاهوی توپ‌ها و تیترهای درشت قرمز و آبی جایی برای قایقرانی و قایقرانان در روزنامه‌ها باقی نگذاشته است. گرچه اینطور هم نیست که هیچ ننوشته باشند. خبر فرار و پناهندگی ملی پوشان قایقرانی هر از گاهی می‌تواند تیتر اول روزنامه‌های ورزشی و غیر ورزشی را بسازد. خبر آنان که پیراهن تیم ملی ایران را به تن کردند و دیگر به ایران باز نگشتند. علی‌رغم تمام تضمین‌های مالی که داده بودند از در و یا گاه از پنجره خوابگاهشان فرار کردند و رفتند. چرا؟ شاید علت تمام اینها همانی است که باعث شده نادر دیگر سراغ قایق و پارو نرود. از او پرسیدیم که پس در این روزهای دور از ورزش چه می‌کند؟ هیچ، بیکار. میگردم تفریح. با اینکه الان مثلا 28 سالشه، 28-29 سالشه، باز بیکاره. یعنی هنوز نتونسته لااقل توی تربیت بدنی مسئولین یک کاری بهش بدن که مثلا در شأن این باشه. بتونه مشغول باشه، لااقل دیگه پول تو جیبشو از پدرش نگیره. مثلا فدراسیون یه زنگ نمیزنه حالمونو ببرس. آقا خوبی؟ دمت گرم که مثلا این همه مدت واسه ما زحمت کشیدی. بیا میخوای اگه خداحافظی کنی یه جشنی فلانی بگیریم، اینجوری نمیشه. تقدیری تشکری کنیم ازت. شما حساب کنید چقدر رفتن اونجا پناهنده شدن از قایقرانی. اینا گناه کردن، اینا اومدن تو مملکت خودشون، خیانت نکردن و الان جزاشون اینه که باید بشینن اینجا بیکار علاف. قهرمان آسیا به این عظمت ول کردن تو خیابونه برای خودش میگرده. آقا غر کردین نیومدین، ناراحتی نیومده. آیا رئیس فدراسیون یه بار زنگ زده که آقا تو چی مشکل داری؟ شما الان نگاه کن، دو تا مربی تیم ملی فرار کردن، 20-30 تا ورزشکار ملی فرار کردن. اینا رو کی باید جوابگو باشه؟ 3 تا مدال جهانی جانبازان معلولین آورد. حتی به یه روزنامه من نیدم که ببینم که آقا مثلا نادری عوضی این 3 مدال آورد. من چند عکس گرفتم، عکس‌ها آوردم به دوستان نشون دادم، به اینو نشون دادم که آقا این مقام آورده. کسایی که داشتن به مدال تو گردنش منداختن اون مدال رو آوردم، چه عکس‌ها آوردم به آشناها نشون دادم که رفیقای ما میدونن که مثلا نادر تو ایتالیا تو مسابقات جهانی، هیچ کس نمیدونه. فرق نمی‌کنه، ممکنه ما 400,000 سرباز بفرستیم جلوی یه جبهه سر یه کوهی را، بخوایم پرچم جمهوری اسلامی رو اونجا برافراشته بکنیم، ممکنه 100,000 تا کشته بدیم برای پرچم ما. ممکنه نادر ما به تنهایی اونایی که اصلا شناختی ندارن برای مملکت ما، اصلا پرچم ما را نمیشناسن، ایران را نمیشناسن، ولی برای پرچم ما، سرود جمهوری اسلامی ما، اینا احترام گذاشتن. نادر ما به تنهایی تونسته کار 400-300,000 سرباز انجام میده. این مسئله است. قهرمان بودن که دیگه زندگی نمیشه که برای آدم. من برم بگم آقا پسر من قهرمانه، کارش چیه؟ چی کار میکنه؟ لاغر یه درآمدی داشته باشه، یه حقوقی داشته باشه. اگر همین آقای نادر وزیر ما مثال بزنیم، شما هم اینجا هستش، ببینن فدراسیون اگه یه ماهانه یه حقوقی به ایشون بده که ایشون بارها برای کشورمون مقام آورده، ایشون اگه یه حقوق بگیر باشه، میگه ما چند قهرمان داریم تو رشته قایق. یه روزی اگه خیلی اذیتم کنن ببینم خیلی بهم فشار میاد، میرم سوریه.
میرم ویزای آمریکا میگیرم میرم. میرم از اونجا باهاشون صحبت میکنم. بشه میکنم. یعنی من یکی دو ماه دیگه فرصت بهشون میدم. بشه این کارو میکنم. میرم صحبت میکنم از اونجا. حالا که اینجوری نمیخوام بیام صحبت کنم، پیش کدومشون قبول ندارن، میرم از اونجا صحبت میکنم از رادیو بشنم. شهردار، فرماندار، رئیس جمهور، استاندار. بگردیم دنبال ریشه ها، بگردیم دنبال خیلی از مسائل. چون الان شما در مورد نادره ایوزی من دارین صحبت میکنیم، برای نادره ایوزی یه به اعتقاد من یه مثال عین ذهنی قابل لمس سائقه بود که فرض بگیم تو آسمان ورزشی مملکت زده شد رفت. همیشه نادر هر جایی هم باشه، من به عنوان یه پاروزنی که واقعا با غیرت خیلی خوب پارو میزنه و یه چیزی فراتر از توانش پارو میزنه، همیشه قبول داشتم. میتونه برگرده. بازم تمرین 5 ماه 6 ماه تمرین مداوم زمستون. پارسال زمستون خودم بعد از بازی آسیا بوسان که رفتم انزلی صداش کردم بردمش تمرینی، روی تمرین نداشت. یه 2-3 ماه تمرین کرد. بعد که خواستیم بیایم اردو گفت من فعلا میخوام یه مدت استراحت کنم. که همون استراحت باشه دیگه اصلا تمرین نکنه. ولی خب بازم بیاد میتونه این کارو انجام بده. میتونه برسه، چون واقعا گفتم خدمتتون عرض کردم یک استثناست. 91 بود ژاپن، 93 بود ژاپن، 95 چین، 97 کره و 99 چین مجددن و حتی همین 2001 آسیای تهران که 2002 برگزار شد ایشون در تمام طول این یک دهه حداقل یک دهه ورزشی قهرمانیش هر سال قهرمان شد، هر سال قهرمان آسیا شد، هر سال مدالای رنگی گرفت. خیلی سخته به خاطر مشکلی که داره. ما با بدن سالم وقتی کایاک میزنیم اون فشار رو تحمل میکنیم. نادر به خاطر شرایط ویژه‌ای که داره خب فشارهای جانبی روی ستون فقراتش خیلی زیاده. من میدونم، دیدم چجوری زجر میکشه، از نزدیک لمس کردم زجر کشیدش. بارها گفتم آقا نادر عوضی 10-11 ساله داره برای شما مدالای رنگارنگ میاره، حداقلش اینه که این اصلا آقا نمیخواد دیگه ورزش میکنه، حداقلش اینه که برای این بسر یه مجلس تودی بزنید، لو یاد بودی بهش بدین، یه تشکر خشک و خالی بکن، هیچی هم نمیخواد بهش. ولی بعضی موقعا شاید یه لوح یاد بود برای یکی زدن ارزشش از میلیون ها جایزه بیشتره. کاری کردیم تا برای اینو؟ آیا تعمقی با آینده اینا داشتین؟ آیا تفکری در مورد فردا اینا بوده؟ یا اینکه نه اینا میان و میرن؟ آیا بازنشستگی دارن؟ آیا بیمه از کار افتادگی دارن؟ به هر حال این مسئله تامین نبودن ورزشکار هست. یه مقدار مسئله مشکلاتی خودش در ذهن خودش داره، خودش برای خودش پیش اومده. خب اونا رو براتون خودش میگه. ولی به نظر من ورزشکار بایستی تامین باشه. بایستی به صورت ورزشکارهای ما به صورت حرفه‌ای تمرین میکنن. ولی به صورت حرفه‌ای تامین نیستن. به صورت حرفه‌ای باشون رفتار نمیشه. Thank you.
فقط صبح تا غروب ما تمرین رو تو آب پارو میزنیم. زندگیم فعلا که حالا یه حقوقی بعد از اساس اردومیان میدن به ما با اون، اگه نشود که دیگه بابا هستش دیگه دیگه خودم کار نمی کنم. یعنی حقوقی که تو اردو میدن کافی هستش واسه این؟ نه اصلا، ولی خود دیگه کرایه راهمون رو بتونیم در بیاریم همونم خوبه. برای آینده چی؟ واسه آینده حالا فعلا که دارم تمرین ورزش میکنم، حالا ببینم بشه میخوام برم دانشگاه، حالا اگه خدا بخواد. تمام بچه هایی که وایسادن کار کردن فقط برای عشقشون، برای دلشون وایسادن، یعنی واقعیت اینجوریه. چون اگر قرار باشه بخواد علاوه مادی در نظر بگیری، اصلا یه چیز فاجعه است قایقم، فاجعه است. من مثلا چند وقت پیش با یکم مسئولین رد بالا صحبت میکردم، میگفتش میلاد تو فکر میکنی انگیزه اینا که میرن آلمان میمونن پرنده میشن چیه؟ چرا در میرن؟ کی بهشون خط میده؟ گفتم آقای فلانی هیچ کس به اینا خط نمیده، اینا موزل درآمد و زندگی دارن. واقعا قایقرانی بی سابقه بوده، چون واقعا 22 نفر تا حالا رفتن کشور دیگه موندن، از دبیر فدراسیون بگیر مربی ورزشکار همه رفتن موندن، یه الگو شده برای بچه‌ها. نتونستیم نگرانشون داریم. اکثر بچه‌ها ما که سیاسی نیستن، ورزشی ان همشون. یه سری مشکلات پیدا می‌کنن. حالا اون طرف مرزم یه سری خب به هر حال میان دنبالشون، گول می‌خورن. خب اینا هم که از این طرف میرن تامین نیستن، گول حرفه اونا رو می‌خورن، میرن اونجا. حالا ایرانی ها اکثرا به هر حال یه سری ایرانی ها میان دنبالشون، باشون حرف میزنن، صحبت میکنن، حالا یه سری تماس ارتباطاتی دارن دیگه اونجا. من به نظر من اینطوریه، اگر اینا بخوان تامین باشن به هیچ عنوان این کار انجام نمیدن. کار بدی هم نکرده؟ کار بدی نکرده؟ نه، چون بهشون نمیرسیدن، حالا همشون مشکل داشتن، رفتن اونجا از اون طریق بتونم مشکلشون حل کنم. یعنی شما روز آخر قهرمانیت که تموم شد دیگه خداحافظ، هیچ چی دیگه نداری پشت بندش، هیچ گارانتی، هیچ ساپورتی بابت زندگی آیندت نداره. تازه باید بری یه شغل پیدا بکنی، تازه باید بری دنبال کسب درآمد و فلان تا بتونی یه زندگی جمع جور بکنی. نه متاسفانه حفظشون کردیم، نه حفظشون خواهیم کرد، و نه تفکری به آینده این گونه ورزشکارا حداقلش به صورت یه فرمت، به صورت یه چیزی که قانونمند بشه، قانونمدار بشه نداشتیم. بهترین راه ها تامین کردن بچه هست، چون بچه ها دارن واقعا با عشق کار. من کسی تو قایقرانی پیدا نکردم که انگیزش به غیر از عشق چیزی دیگه باشه. همین که به بندر انزلی رسیدیم نادر غافلگیرمان کرد، گفت بعد از ظهر می توانیم به تالاب برویم و از تمریناتش تصویر بگیریم، ولی قبل از آن باید منتظر یکی از دوستانش می ماندیم تا فیلم مسابقات قایقرانی المپیک سیدنی را به دستمان برساند. منتظر ماندیم، اگرچه بیشتر برای پرسیدن پرسش‌هایی که همان لحظه برایمان پیش آمده بود. 20 روز بود که تمرین را شروع کرده بود و انگار که تمام دلیل هایی که شنیده بودیم برای پارو نزدن کافی نبود، و یا شاید که همه ی حرف ها را هنوز نشنیده بودیم. آمایی که تو مسابقات شرکت کردم الان میخوای تمرین کنیم؟ آره دیگه، برم تو آب گیزی نشون. اصلا به من دقیقا نمیدونم چرا برد کرده بودی؟ مشکلات مالی، مشکلات بیشتر مالی. مالی فقط. رفت میشه به همه چی دیگه. فقط آره مالی رفت میشه. حالا مگه مشکل مالی حل شده دوباره میخواد هم نه حل نشده، ولی خب دیگه داره یواش یواش حل میشه. امید خدا چجوری حل میشه؟ ببین برای رسیدن به هدفم
آمریکا. یه خورده مشکل مالی داشتم. آه. هدفم از دست دادم، به مشکل مالی هم خلاصه اونم از دست دادم، اونی که به دست نیاورده بودم از دست دادم. من دنبال یه هدفی بودم. چه هدفی؟ می‌خواستم دوستشم ازدواج کنم. بعد من یه روز تو استادیوم آزادی پارو می‌زدم. بارون هم می‌بارید. دیدم دو تا خانم کنار دریچه موندن و آقای وزیر. یه لحظه بودم باشه. رفتم جلو. نه اونا صدام نکردن، من دقیقا یادم صدام نکردن. من رفت برفم باری بود، رفتم طرفشون، دم یه خانم یکی قد بلند یکی هم تقریبا سروری کردیم و زنگ زدن صحبت کردیم. یه حدود چند یک سال و خورده ای ارتباط داشتیم و هم ایشون روانشناس بودن مال زنجان. من خب تمام دنیا رو گشتم، آدم مثل این ندیدم. بعد از مدتی خلاصه من مادرم راضی کردم که پاشیم بریم اونجا، چون اینا تحت فشار قرار دادن دختره رو که تو چرا با این ارتباط برقرار میکنی و اینا. رفتیم خواستگاری و ما پیکان سبز داشتیم، خیلی ساده رو راست رفتیم جلو. تو را که داشتم میومدم رفتیم خواستگاری و برگشتیم، اومدیم گفتن خوش اومدین، خیلی تحویل اون گرفتن و فلان، برای ما شمال فلانی رو داریم، بساری رو داریم، خدافظی خیلی خوب. من راه افتادم که بیام، با موبایلم زنگ زدم همون دو سه ساعت بعدش زنگ زدم، دیدم خب وضعیت اصلا فرق کرده واقعا. آره منو بهت نمیدن و من دلیلش چیه؟ حالا نمیدن دیگه زنگ نزن اینجا. باباشم داشته گوش میده، حالا جلوی باباش مثلا اینجوری میکرده که یعنی ما ارتباطمون قطع کرد. خلاص بعد چند روز ما تماس گرفتیم و بابای گفت من زنگ میزنم بهتون میگم، هنوزم چند روز منتظریم ما. باباش منو نمیشناخت دقیقاً. آره یه مدال توی مسابقات معلولین جهان آسیایی آورده، اونم چی؟ معلولین. فکر میکرد تو معلولی من شرکت میکنم. گفت دیگه نمیتونیم ما ارتباط برقرار کنیم، نمیشه نادر. گفتم بابا من این همه مدت من موندم، من رفتم ایتالیا برگشتم به خاطر تو، رفتم تمام دنیا برگشتم به خاطر تو. شما اگه برید اونجا خیلی چیزا روشن میکنیم، این دلیل آره به خاطر پاش، یا یعنی مثلا آدم های مثلا طبقه متوسطی هن. یا پایینن یا خیلی پول دارن، دلیل از این بیشتر دیگه فکر نکنم چیز باشه، یعنی همین هست. یا بادر پاشه، دلم ازشون خیلی پره، چون با احساس من بازی کردم. من توی این مدت که به حساب اونو چیز تحت فشار قرار گرفته بودم، تمرینم از دست دادم دیگه، الان 8 ماه تمرین نمی‌کنم. موتور سواری 3 روز دیگه. این یه نامه نوشته بودم برای رئیس فدراسیون، یعنی برای همه شون. بعد میخوام براتون بخونم. نامه چی هست؟ یه نامه درباره زندگی خودمه. چه نوشتیم دیگه؟ اینو شاید 2 سال پیش نوشتم. یکی؟ 80 2380 80. آره بخونم کنم. بخونم برای آره بخونم یادش. 1 2 کلن 2 صفحه است، صفحه اونی بخونم. آره بخونم. تونتون بخونم. سیاست محترم فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی، امیدوارم وقتی این نامه را به شما میرسونم حالتون خوب باشه. سالهای سال است که در این رشته قایقرانی فعالیت میکنم، یعنی سرنوشت تقدیر باعث این ارتباط شده است. نه دست شما داره. این نامه رو برای آقای قلمسیا نوشتم. این نامه رو هم برای قلمسیا نوشتم، هم برای ببینم آقای قلمسیا با این نامه چیکار میکنه، ببینم جای بزرگتری هم میره، بالاتری هم میره. بعد چی میخواستی ازشون؟ چیکار بکنم؟ همه چی، من هیچ چی ندارم.
اینقدر زحمت کشتم هیچی ندارم. امیدوارم وقتی این نامه را به شما میرسانم حالتان خوب بوده باشد. سالهای سال است که در رشته قایقرانی فعالیت میکنم، یعنی سرنوشت و تقدیر باعث این ارتباط شده است و شما و همه بچهای قدیمی این رشته ورزشی عظمت و درد رنج مرا و فرا خوب و اصلا هم دوست نداریم آن را خیلی ها مقطعی به این رشته مشغولند و من فقط به امید دیدن و رفتن دوباره به مسابقات بزرگتر زندم و روز شماری میکنم و هر شب پیش از خواب یکی از مسیرهای زمستانی و یا تابستانی یکی از رودخانه ها و دریاچه ها را در ذهنم میگذرانم و بعضی مواقع بعضی جاها را پایین آمده و اصلاح نمیده و مشکلاتی که بر من گذشته تحمل کنم. خدا را همیشه شکر گذارم که مرا با این رشته ورزشی آشنا کرد و در همه عمر حتی حالا که نزدیک با آب و این رشته سخت یاری آور و پشتیبان من است. حالا که کمی ولی روحم با رابطه من و با همه مسابقات مختلفی که بر من که با برنامه‌های مسابقه‌ای می‌رویم مرا در یاد و با یک نامه از طرف فدراسیون قایقرانی یا از هر طریقی که خودتان صلاح می‌دانید مرا شاد کنید. آقای رئیس فدراسیون قایقرانی، اگر خودتان قایقرانی و یا قایقران عاشق آب و قایقرانی را می‌شناسید، حال روز مرا در موقع زندگی در این اردوها و دور از خانواده خوب حس کنید. دستور از طرف شما و یا بس مثال این جامعه میدانی جان تازه میکنم و به خود و روحم شاد میشه. من با یک ناگفته نمونم، من در تمام تعطیلات و مرخصی ها و غیره را هم در خدمت این رشته بودم و تمام کار گذشته من فدای آب رودخانه ها شده و خلاصه مرا دریافت. با تشکر ورزشکار فدراسیون قایقرانی ایران نادر ایوزی.